سلام عرض می کنم. من شهرام احمدی هستم، متولد سال 1366 در خانواده مذهبی به دنیا آمدم و دغدغه‌های مذهبی داشتم و یک اهل شهر سنندج هستم و کرد هستم. در سال 1388 دقیقا تاریخ 6 اردیبهشت 1388 قبل از سفر آقای خامنه ای به سنندج دستگیر شدم و مدت 33 ماه در سلول های انفرادی بودم در زندان اطلاعات سنندج و اطلاعات زنجان. وقتی که آقای خامنه ای به سنندج اومدن یه فتوایی دادن که کسانی که بر علیه وحدت شیعه و سنی اقداماتی میکنن مثلا باهاشون برخورد کنید با شدیدترین برخورد. اما ما که قبل از این جزوه هایی و شبنامه هایی پخش کرده بودیم در رابطه با اینکه یک سری از آخونده های اهل تشیع به مقدسات اهل سنت توهین میکنن و مورد تمسخر قرارشون میدن، بعد من رو دستگیر کردم تقریبا چند روز قبل از سفر آقای خامنه ای به سنندج. خلاصه حدود 33 ماه در سلول بودیم، بعد از 6 ماه برادرم رو هم دستگیر کردن و بعد از 33 ماه از زندان زنجان اطلاعات زنجان منو انتقال دادن به اطلاعات اوین و یک مدت هم اونجا بودیم، بعد انتقال دادن به زندان رجای شهر. خلاصه بعد از 40 و چند ماه ما رو دادگاهی کردن در یک دادگاه 5 دقیقه‌ای و بدون اینکه اجازه بدن از خودمون دفاع کنیم یا اینکه وکیلمون ازمون دفاع کنه. اکثرا وکلا تسخیری بودن. در تاریخ 7 دی ماه 1391 برادرم رو اعدام کردن که وقت دستگیری زیر 18 سال بود و خودم هم خیلی ناعادلانه دادگاهی کردم، نه اجازه دادن دفاع بکنم نه وکیلی درست حسابی بگیریم یا اینکه وکیل دفاع بکنه. خلاصه در هر صورت خواسته ما این بود که یک دادگاهی عادلانه بشیم، حالا حتی طبق موازین و مثلا قوانین خودشون، اما این خواسته رو اصلا به اصطلاح به حرفمون گوش ندادن. و بعد از اینکه در مهر ماه 1391 من دادگاهی شدم، در اردیبهشت ماه 1392 حکم اعدام رو صادر کردن و به وکیل ابلاغ کردن، تا به اصطلاح به خودم اصلا ابلاغ نکردن، به وکیل گفته بودن وکیل کافیه. بعد از این مدت شهرام جان به چه جرمی حکم اعدام شما به اتهام محاربه و براندازی حکومت به اصطلاح جمهوری ایران. اتهاممون دقیقا محاربه بود، یعنی جنگ با خدا و رسول، در حالی که ما هیچ جنگی با خدا و رسول نداشتیم و نخواهیم داشت. به اصطلاح بعد از تقریبا این که پرونده به دیوان عالی با اعتراض وکیل به دیوان عالی فرستاده شد، دیوان عالی نقض گرفت از این پرونده به خاطر اینکه محاربه طبق قانون خودشون محارب کسیه که اسلحه دست بگیره و در حالی که من حتی یک چاقوی میوه خوری هم ازم نگرفتن یا دست نگرفتم یا هیچ اقدامی نکردم، یک کسی رو نکشتم، اسلحه نداشتم، اما متاسفانه این حکم رو دادن. بعد از این که دیوان حکم رو نقض گرفت، دوباره به همون شعبه ارجاع داده شد، یعنی شعبه 28 قاضی محمد مقیسه، یک آخوندیه که در طول دادگاهی همونجا به مقدسات توهین میکرد، یعنی به کرد بودن میگفت شما 3 جرم دارید، این که کرد هستی، دوم این که سنی هستی، 3 بر علیه نظام هم مثلا کار کردید، این 3 جرم شما که هر کدومش یک اعدام داره. خلاصه اینها تموم شد و حکم به دیوان عالی فرستاده شد، دیوان عالی نقض گرفت و دوباره به قاضی مقیسه یعنی حکم رو به پیش ایشون فرستادن. ایشون هم با نامه محرمانه تا جایی که من خبر داشتم از اطلاعات و
دادگاه دوباره به دیوان، این بار دیوان بدون اینکه اصلا نقض رو در مثلا نقضی که خودش گرفته بود در نظر بگیره حکم رو تایید کرد و ما مجبور شدیم دوباره وکیل بگیریم و وکیل حکم رو اعاده دادرسی بده و به شعبه 42 رفت این حکم. بعد از این شعبه 42 اونجام که یک آخوند بود اونم تاییدش کرده، در حالی که خواسته من خودم جزء هیچ گروهی نبودم، جزء هیچ حزب و گروهی نبودم و هیچ اقدام مسلحانه ای نداشتم، فقط میخوام که طبق قوانین خودشون دادگاهی بکنن اگه واقعا قوانین خودشون قبول دارن. حتی وکیلم در لایحه‌ای که نوشته بود برای حکم هم برای شعبه 28 هم اعاده دادرسی اشاره کرده که این شخص اسلحه به دست نبوده و در یعنی عملیاتی یا مثلا به حرف خودشون محاربه چیزی شرکت نداشته. محارب کسی که اسلحه داشته باشه و آزادی و امنیت و اینای مردم رو در به اصطلاح به اینا حمله بکنه. حالا من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. تقاضام هم اینه که یه دادگاهی عادلانه، اگه کسی رو کشتم من خودم حاضرم، خانوادم هم حاضرن و قبول میکنن که منو اعدام بکنن. اگه اسلحه به دست بودم رفتم کسی رو کشتم، یا اگه اتهاماشون اتهامات اطلاعات یا زیر شکنجه اعتراف گرفتن، این واقعا قابل قبول نیست و حرف زدن من به خاطر اینه که مردم بدونن که اگه اعدام بشم مثل برادرم بیگناه اعدام شدم. الان هم یعنی یک دلیل کوچک ندارن برای اینکه برادرم رو اعدام کردن و چندین نفر دیگر رو، فقط به خاطر اینکه گفتن شما دارید ظلم به ما میکنید، شما به مقدساتمون توهین میکنید، به زبانمون، به آیینمون، یعنی به مردم ما توهین میکنید. کل اعتراض ما این بوده، یعنی حقمون رو خواستیم که مثلا عادلانه رفتار کنن، اما متاسفانه این عمل رو انجام ندادن. من خواستم اینه که خواستم اینه که کسایی که به اصطلاح دغدغه حقوق بشر رو دارن مثلا اینو در نظر بگیرن که ما هیچ حزب و گروهی نداریم، به این خاطر در به اصطلاح لایه‌های حقوق بشری یا لابی‌هاشون مثلا کسی نیست از ما دفاع کنه، راحت ما رو میبرن اعدام میکنن و هیچ اصلا صدای ما به گوش هیچ کسی نمیرسه، در حالی که خیلی از اقلیت‌های دیگه هستن چون لابی دارن و کسایی رو دارن که خارج از کشور صداشون رو به مجامع بین المللی برسونه کارشون راحت‌تر درست میشه و با احکام مثلا حکم‌های کوچکتر و استفاده از مرخصی و عفو مشروط و آزادی مشروط اینا استفاده میکنن، ولی ما با کوچکترین اتهامی حکم اعدام بهمون میدن و هیچ امکاناتی هم بهمون، حتی در قانون خود ایران حکم محاربه چهار حکم داره، یکیش اینه که نفی بلد کنن، یکیش اینه که اعدام کنن، یکیش اینه که زندان کنن، در حالی که یک مثلا کسایی مثل ما هم نفی بلدمون کردن، تبعید کردن از سنندج به تهران، هم زندانمون کردن. الان من 8 سال زندانم، 8 سال شمردنش هم حقیقتا سخته، 33 ماهش رو در سلول انفرادی بودم و حکم اعدام هم دادن، یعنی این طبق قانون خودشون خلافه. در ضمن ما طبق قانون قدیم دادگاهی شدیم که این ماده 186 لغو شده و طبق قانون جدید که این قانون قدیمشون لغو شده ما رو باید آزاد بکنن، یعنی کسانی که طبق قانون قدیم محاربه گرفتن قانونن، یعنی شما میتونید از چند تا وکیل بپرسید، من از چند تا وکیل پرسیدم از جمله آیه دکتر سیفزاده، آیه سلطانی، چند نفر دیگه که توی زندان باهاشون بودم پرسیدم، گفتن قانونن باید کسانی که طبق ماده 186 و 183 و 184 اینای قدیم دادگاهی شدن
قانونن باید آزاد بشن. بسیار عالی. شهرام جان الان شما خانواده میتونن بیان برای ملاقات شما یا نه؟ یعنی ممنوع ملاقات هستین یا نه؟ والا خانواده حدود 3 سال پیش اومدن و تصادفی کردن در جاده در راه برگشت، دیگه به این خاطر مادرم فلج شد و خواهرم هم صدمه دید، دیگه خانواده نتونستن به طور عادی بیان، چون راه هم دور هست، تقریبا 600 کیلومتر راهه. به این خاطر خانواده درست حسابی نمیتونن بیان. الان من 3 سال نتونستم با خانواده ملاقات کنم، یعنی 3 سال مادرم ندید. چندین بارم درخواست دادم که تحت الحفظ منو ببرن، مثلا بتونم خانواده منو ببینم. پدرم 80 و چند سالشه، مادرم 80 سالشه، نمیتونن بیان چون الان فلج هم شده، اصلا نمیتونن سفر بکنن. به این خاطر حتی درخواست دادن که منو انتقال بدن سنندج، اما موافقت نکردن. به این خاطر خانوادم تقریبا نمیتونن بیان ملاقاتم. چندین سال الان حتی یعنی در دفاتر زندان خودش ثبت میشه ملاقاتی زندان ها. من 3 ساله از بعد از اون تصادف دیگه خانوادم رو ندیدم. الان شما تو کدوم بند زندان رجای شهر هستی؟ خود برخوردهایی که تو زندان باهاتون میشه چطور بود تو این مدت؟ حالا زندان تقریبا میشه گفت زندان رجای شهر زیاد با ما کاری نداره. اینجا یعنی من اینجا میتونیم چون داخل یه بندی هستیم امکاناتی هیچی نداره، اما اینجا میتونیم شعائر مذهبی خودمون رو به اصطلاح میتونیم اذان بگیم که در بقیه جاها مثلا حتی تو اطلاعات نمیتونستیم، مثلا اینجا مثلا میتونیم یعنی شعائر مذهبی خودمون رو انجام بدیم. اما امکانات هیچ امکانی نداره. اینجا بند 4 زندان رجای شهر سالون 10 تقریبا 40 نفر هستن که 30 و چند نفرشون اعدامی هستن، یعنی حکم اعدام گرفتن. خیلی تهدیدشون کردن که مصاحبه نکنن. من برادرم اعدام کردن، دیگه چیزی رو برای از دست دادن ندارم. حقیقتاً هم بیگناه هستم، دلم نمیخواد یعنی بدون اینکه مردم بدونن که بیگناه هم اعدام بشم. هر دلیلی، هر مدرکی، هر الا اعتراف اجباری نباشه که توی اطلاعات که مثلا هر چی دیکته کردن یا کاغذ سفید ازمون گرفتن یا مثلا زیر فشار فیلم برداری کردن، ولی هر مدرکی در دادگاه، حتی دادگاه هم فیلم برداری کردن، برای بازجو هم اونجا بود. من اونجا گفتم که من هیچ اقدامی نکردم، هیچ عملیاتی نداشتم، هیچ مسلح نبودم، اصلا اسلحه نداشتم، اسلحه به دست نبودم. کار من به اصطلاح فرنگی بوده، حالا پخش جزوه سی دی یا سخنرانی در جای. شما چرا محاربه دادید؟ این برای خودشون میگفتن که محاربه فقط اسلحه به دست گرفتن نیست. محاربه یعنی این که شما پا بشید بر علیه حکومت اسلامی حرف بزنید، این خودش محاربه است و میشه با همین میشه اعدام کرد. مثلا همین کافی نیست که اسلحه باشه، بعضی وقتا زبان از اسلحه بدتره. یعنی برای خودشون توجیه میکردن. آقای احمدی، من 2 سوال کوچیک دارم. یکیش که الان آخرین وضعیت پروندهتون چی شد؟ یعنی دوباره اعدامتون تایید شد؟ یکی هم اون 33 ماهی که تو انفرادی بودید، حالا خود انفرادی که خودش به نوعی شکنجه است، ولی شکنجه های دیگه به چه گونه بود؟ شکنجه فیزیکی هم شدید یا نه؟ الان حکم من بعد از اینکه اعاده دادرسی بعد شد، الان اجرای احکام اوینه، شعبه 1 به اصطلاح شهید مقدس و قاضی اجرای احکام هم آقای نصیری پوره که چند روز پیش اومدن اینجا، گفتن اگه وکیل دلیل جدیدی داشته باشه میتونه دوباره اعاده دادرسی بده. حالا ولی الان در حال حاضر پرونده من اجرای احکامه،
زندان اوینه. بعد این که این 33 ماه حقیقتا سخت‌ترین، یعنی خود انفرادی خودش سخته، اما سخت‌ترین یعنی شکنجه‌ای که اونجا شدیم، شکنجه‌های فیزیکی مثلا شوکر برقی بوده یا سیلی، مشتی، شلاقی، اینا زیاد مهم نبوده. سخت‌ترین شکنجه تهدید خانواده بود که یکیش رو عملی کردن، مثلا برادرم رو دستگیر کردن و تهدید میکردن که اعضای دیگه خانواده ما دستگیر میکنن. این برای من یعنی تو اون سیاسه ما سخت‌ترین شکنجه بود، حقیقتا سخت‌ترین شکنجه ای بوده. ولی به اصطلاح شکنجه‌های جسمی از سلول انفرادی خودش سخته. بعضی وقتا تابستونا بخاری رو روشن میکردن، بعضی وقتا زمستونا کولر رو روشن میکردن، یعنی همه اینا سخت بود. منم که اونجا مریض شده بودم خیلی اذیت میشدم حقیقتا. بعد یعنی هیچ امکاناتی نداشت دیگه، سلول انفرادی یه اتاق بدون دستشویی، که این خودش یکی از شکنجه ها بود. مثلا اگه برای وضوع یا مثلا کار دستشویی داشتی نمیتونستی بری، یعنی واقعا شکنجت میکردن. یکی دیگه از سخت‌ترین شکنجه های اونجا، 33 ماه چراغ بالای سر من روشن بود. یعنی وقتی که به زندان اومدم و میتونستم چراغ رو خاموش کنم، یعنی نیم ساعت بیشتر چشمم آب ازش میومد، یعنی چشمم سوزش شدید داشت. 33 ماه اتاق من به اصطلاح چراغ، یه لامپ زرد کوچیک بالا سرم روشن بود. یکی از سخت‌ترین چیزایی بوده که براستی توی در طول اون 33 ماه کشیدم. خب کاکا جان خیلی ممنون، مرسی. ما با آقا شپول اینا پخش نمی کنیم ولی نگه می داریم یه موقع اگه چیزی بود. ممنونم، دستتون در نکنه، لطف کردید. حقیقتا یعنی اینجا خیلی اذیت می کنن، اما متاسفانه کسی صدای ما رو نمی شنوه. تنها کسی هم که اینجا یعنی دلشو به دریا داره، حتی چند بار انفرادی بردن منو به خاطر مصاحبه کردن، چهل و چند روز مثلا انتقالم دادن انفرادی دوباره بعد از دو سال زندان، بعد از اون دوباره بردن 356-7 ماه اونجا بودم دوباره انتقال دادن. یعنی خیلی هزینه هم دادن سر این مصاحبه کردن، فقط به خاطر اینکه صدای مظلومیتمون به همه برسه. حالا دیگه ببینیم هر چی قسمت.